سلام، جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما عزیزان خواهم بود در ساعت پیش رو، چون شماره های دیگر تفسیر خبر در این برنامه نیز میپردازیم به مهمترین خبرهای ایران، منطقه و آنچرا که در عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذرد. در ایران عدم رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیر علوم دولت آقای حسن روحانی. آیا جدال میان دو جناح اصلی حکومت فقیه وارد مرحله تازه تری شده است؟ آن سوتر قطع انگشتان کسی، یک نفر که به سرقت متهم شده است. آنچه که داعش در عراق و سوریه انجام میدهد در ایران شکلی قانونی دارد. اعتصاب کارگران بافق، معدن بافق، و اینکه جمهوری اسلامی حکومت ایران اجازه نداد پیکر سیمین بهبهانی، شاعر ایرانی، بنابر وصیت او در امامزاده طاهر دفن شود. در منطقه سازمان حماس، جنبش اسلامی فلسطین، حماس 18 نفر را در غزه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد. و داعش در عراق چه می کند؟ آخرین خبرها در ارتباط با داعش. با من و شما هستند در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده و در واشنگتن آقای دکتر محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده سلام به شما. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا خوش آمد. سلام. ممنون از محبتتون، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوری‌زاده بذارید از این خبر آغاز کنیم در ارتباط با تشییع جنازه خانم سیمین بهبهانی که امروز بوده در تهران و ظاهراً اونطور که از خبرها برمیاد حکومت مانع از اون شد که پیکر شاعر ایرانی بنابر وصیتش در امامزاده طاهر به خاک سپرده بشه. چی هست قضیه که حتی حکومت ایران از پیکر نویسندگان، شعرا، مخالفین، همه اونهایی که به هر حال سر سازگاری با ولایت فقیه ندارن هم حتی از پیکرشون برای اینکه سیمین انکار سید علی خامنه ای بود. سیمین بهبهانی در اقوال و در شعرهاش آنچنان گفته بود که سید علی آقا را انقدر به خشم آورد که یک بار در رابطه با زندیات فروغ فرخزاد گفت بله حالا ایشون زودتر مرد، عاقبت به خیر شد، اما اون یکی که موند عاقبت به شر شد. و کیهان آقای حسین شریعت مداری، بازجوی سابق و لاحق وزارت اطلاعات، تیت میزنه که بله ایشون از فتنه‌گران بود. در هر حال سیمین بانو چون در قلب ملت جا داره، وحشت داره رژیم. مرد دزدی جزو، چون دزدان رژیم در همه چی دزدی میکنن. این دزدان قبلا اجازه ندادن پیکر مرحوم آیت الله سید محمد روحانی در آرامگاه خانوادگیشون دفن بشه، در باغچه منزل دفنش کردن. پیکر آیت الله سید محمد شیرازی رو دزدیدن، بردن، اصلا بردن خودشون دفن کردن.
یا مادر دکتر استاد عزیزم احمد مهدوی دامغانی، همسر مرحوم آیت الله دامغانی را هم در باغچه منزل دفن کردن، برای اینکه وحشت کردن از اینو، ترسیدن. غرض این است که اینا دزدان اجساد هم هستن، انسان ها در حیات و مماتشون در چنگ این رژیم خودسر و نابکاره، و بنابراین ترس از این که مردم با حضور در آرامگاه در امامزاده طاهر که جای نسبتا کوچکی است رژیم رو نفی کنن، نفرت خود رو به رژیم نشون بدن، این شد که خودشون در ساعتی که خودشون میخوان پیکر نازنین سیمین رو بردن به زهرا دفن کنن. ولی مطمئن باشید آقای چالنگی، این کارا در چشم همه مردم ایران و همه عالمیان نشون میده که رژیم چقدر رژیم مفلوک، بدبخت، درمانده و ترسویی است. علارغم همه هارت و پورتا، موشکای سه طبقه سجیل، این رژیم انقدر وحشت زده است که از حضور 1000 نفر 10000 نفر بر خود میلرزه. اینو مردم حداقل درک کردن. آقای سازگار، ببینید در اسلام مثل ادیان دیگه برای مرده، برای پیکر کسی که جان داده به هر حال احترام قائل هستن، آداب و رسوم و آیینی داره که به جا میارن و در فرهنگ همه ملت ها این به شکلهای مختلف هست. اما همونطور که آقای نورزاده اشاره کرد، ما میبینیم در جمهوری اسلامی در ایران چنین حرمتی و احترامی رعایت نمیشه. یعنی از مرجع تقلید بگیرید، از آیت الله شریعت مداری تا منتظری بگیرید تا بیاد کشته شدگان دهه 60، کشته شدگان دهه 50 بر پشت بام مدرسه علوی، امیدرضا میرسیافی، تا میرسیم به خانم سیمین بهبهانی، از روحانی و غیر مسلمان و همه و همه، از پیکرشون، از پیکر خاک سپاریشون هراسان هستن. واقعا همینه آنچه که آقای نوری‌زاده گفت رو تا چند اندازه منطبق بر واقعیات جمهوری اسلامی میدونی، یا شاید هم کم گفته باشیش. والا به لحاظ اسلامی ظاهرن این حکومت قسم خورده که هرچی که حد و مرز دینی باشه و فراتر از اون اخلاقی باشه، هر حد و مرزی رو زیر پا بگذاره. از جمله‌ای که هم وصیت به هر حال محترمه، در اسلام هم محترمه وصیت یک فرد، و خانم بهبهانی وصیت کرده بود کنار همسرش و نوش در امامزاده طاهر کرج دفن بشه، اما جلوگیری کردند و سعی کردند مراسم دولتی درست کنند، به جای تشییع از جلوی منزل ببرن از جلوی تالار وحدت، و پاره از اعضای کانون نویسندگان در اعتراض گفتند شرکت نمی کنیم در مراسم، و احتمالا مراسم ترحیم رو هم میخوان دولتی بکنند. من آقای چالنگی یاد این حرف خانم هانا آرنت، متفکر معروف سیاسی، میفتم که میگفت حکومت‌های تمامیت‌خواه، حکومت‌های توتالیتر مثل اون پرنده افسانه‌ای میمونن که پنجه خونالودش رو در تمام خانه‌های مردم فرو میکنه. و بعد به خانم آرنت گفت کجاست که بیاد و ببینه که حکومت توتالیتر ایران پنجه خونالودش رو در قبر مردم هم فرو میکنه و به مرده هم رحم نمیکنه و برای جای دفن و کفن هم اقتدارداری میکنه و دخالت. به هر حال وحشت حکومت از هر نوع مراسمی، هر نوع تجمعی در اینجا هم دیده شد، و به این باید اضافه کرد نگرانی حکومت از دوستداران سیمین بهبهانی، برای اینکه او شاعری دگراندیش بود، مدیحه‌گوی آقای خامنه‌ای نبود. من هم شنیدم، همجور که آقای نوری‌زاده فرمودن، شخصا آقای خامنه‌ای از ایشون بدش میومده، کینه داشته، و احتمالا هم در این تغییر مسیر دفن ایشون شخصا دخالت کرده. ولی به هر حال چه با سیمین بهبهانی در قلب ایرانی ها جای داره،
و مهم نیست که پیکر او رو جفای حکومت بر غیر وصیتش دفن بکنه، جای او در قلب تک تک ایرانی ها و قلب ادبیات فارسی است. خب به هر حال در تاریخ ادبیات ایران، در تاریخ پرفراز و نشیب ایران از این رویدادها کم نبوده. شاعران بزرگ و بسیار ارجمندی در تاریخ فرهنگ ایران هم همچون فردوسی نیز به دلایل دیگه باز همین مصیبت و مشکل بوده یا کارشکنی یا هر چی که اسمش بذاریم بر سر خاک سپاری پیکر فردوسی و بسیاری دیگه ای که بودن، ناصر خسرو و بقیه و شاعران دیگه. و پیش از خانم بهبانی دیدیم اگر اجازه خاک سپاری دادن در امامزاده طاهر، اما سنگ گور او رو خراب کردن و ویران کردن، احمد شاملو و بسیار. آقای نوری‌زاده ببینید، صحبت هانا آرنت شد و سرانگشتان پرندهی که اشاره کردن آقای سازگارا، در ایران همون کارهایی که داعش میکنه، قبلا سنگسار میکردن جلو دوربین که نشون نمیدم از داعش، چون داعش حد اقلش این هستش که اعتقاد داره به کاری که داره میکنه، یعنی معتقد این کار اسلامی است و بنابراین با افتخارم جلو دوربین گردن خبرنگار آمریکایی رو میزنه، با کمال افتخارم به این اقدام اسلامی خودش، برداشت خودش هرچه که هست میکنه. حکومت ایران همه این کارا رو میکنه در خفا، مثل بسیار دیگه کارهای دیگه که حکومت میکنه و برخی از مردم هم انجام میده، از جمله قطع انگشت. یک نفر رو قطع انگشت کردن، چهار انگشت دست راستشو، بعد برای حفظ آبروش ظاهرا اسمشو نیوردن، میمنون در شهرستان ابرکوه. این اتفاقا حالا گفتی من به یه نکته اشاره کنم، این اسما رو نمیارن اول اسمو میزن. خیلی جالبه تو این گزارشی که راجع محاکمه آقای مهدی هاشمی بود، عکس آقای مهدی هاشمی رو گذاشته بودن متهم میمه، عکسش هم میذاشتن متهم میمه. اینا هم از برکات جمهوری ولایت فقیه که مثلا میخوان حقوق متهم رو رعایت کنن. مثلا این بابا رفته میگن یه دزدی کرده، سرقت کرده. واقعا اگر اینقدر دقیق هستن که یه کسی در ابرقوه یا ابرکو گفته میشه دزدی میکنه، میرن چهار انگشت دست راستش رو قطع میکنن، اینقدر حکومت عدل و انصاف و ایناست، پس این وضعیت در بقیه ماجراها چی؟ این وحشی. میلیارد میلیارد ها کو؟ اولا وحشیگری انگشت و دست و اینا رو زدن، این وحشیگری رو باید محکوم بکنیم. فهیم کرمانی اولین بار وقتی توی کرمان سنگسار رو حکم داد و قطع دست رو، جامعه ایران به اعتراض برخاست. مردم اگر نبودن مطمئن باشید این داعش وسط خیابونا اینا گردن میزدن. من اون منظر اعدام پشتبان مدرسه عربی رو از یاد نمیبرم، چون در عمرم آدمکشی ندیده بودم، تیربارون ندیده بودم، و اتفاقا چون اون شب دیدم و اینو نوشتم و این قساوت و بیرحمی این آدمایی که عمامه سرشون بود دیدم، قساوت آقای رفیق دوست رو دیدم، قساوت آقای محسن رضایی و امثالشون رو دیدم، قساوت شخص آقای خمینی رو دیدم که دم صبح آوردنش روی پشت بامی که جنازه ها خونین رو برف افتاده بود، ایشون اومد دستی به ریشش کشید و لبخند زد و گفت به جهنم واصل شدن. بعدم رفتم به اتفاق آقای دکتر یزدی و بقیه نماز صبح خوندم، اینا رو من دیدم. اگه دست خود اینا بود مطمئن باشی اینا داعش بدتر بودن. داعش شکار میکنه، آمریکایی میکشه، اینا مگه 74-75 تا دیپلمات آمریکایی رو سفارت بیروت نکشتن؟ 270 تا تفنگدار دریایی رو مگه تو بیروت نکشتن؟ 100 تا فرانسوی رو مگه نکشتن؟ خب اینا هم میکشن. گروگان مگه نگرفتن؟ ویلیام باکلی رو زیر شکنجه مگه قطع قطعش نکردن؟ همه این کارا رو اینا کردن. معلمان داعش هستن، متأ حق بازن. زنده باد فرهنگ تقیه. عطر میزنن، اتکلم میزنن، لباس شیک میپوشن، با خارجی ها میرن، با خانم اشتون تانگو میرقصن و دست میدن خانم وندی شرمن رو بر سر مینهن، ولی زیرابی گردنم میزنن، آدمم میکشن، به نوامیس مردمم تعرض میکنن.
داعش یک جنایتکارانی هستند سر و پا روشن و آشکار. اینا جنایتکارانی هستند که گاهی اوقات لباس میش تنشون میکنن. شما نگاه کنید آقای سید علی خامنه ای یکی از جنایتکارترین و دوستترین پایوران جمهوری اسلامی یعنی محسنی اژه‌ای رو میذاره معاون اول قوه قضاییه. این مردک نه مجتهده، دیپلمشو یه زندانی بدبخت به جاش تو زندان اوین امتحان داده دیپلم گرفته، بعد هم اومدن براش لیسانس و فوق لیسانس و اینا درجات اجتهاد قلابی که آیت الله خوشوقت داده ایشون شدن مجتهد. این میشه بعد از دادستانی میشه معاون قوه قضاییه، میشه معاون اول. آقای رئیسی جنایتکار دهه 60 و 70 که پرونده های آدم کشیش به اتفاق مصطفی پور محمدی فراوونه، ایشون میشه دادستان، یعنی میاد جای دکتر علی آبادی، جای میرشمس شهشهانی میاد میشینه، جای فتولای بنی صد میشینه. این آدم جنایتکار. و بعد رئیس دیوان کشور، دیوان کیفر، دیوان کشور، نگاه کنید ببینید چه کسایی نشستن دادگاه عالی قضات، چه کسایی هستن. خب در این مملکت عدالتی وجود نداره. یه بدبختی رو در ابرکوه انگشتاشو قطع میکنن، دزد سرگردنه به نام محسنی اژه‌ای میشه معاون اول قوه قضاییه. خب آقای سازگار، من برای بینندگان توضیح بدم، اینجا در میزوری، در فرگوسن میزوری، شهر کوچیکی، یک جوان سیاه پوست آمریکایی، آفریقای آمریکایی، به ضرب گلوله پلیس کشته شد. پلیس فکر میکرد مسلحه. الان بحثه، میدونید در جریان خبرها هست، این حدود یک ماه هست اعتراض هست و اعتصاب هست و رئیس جمهور ناچار شده بیاد صحبت کنه، میخوان فرماندار اونجا رو برکنار کنن. مردم یه حقوقشون دارن و از حقوق خودشون بر اساس حقوق خودشون ریختن اونجا رو دارن صحبت کنن. صحبت اینه که دادستان این آدم مناسبی برای یه همچین موضوعی نیست. و خلاصه صبح تا شب تمام شبکه‌های تلویزیونی آمریکا یه بخش خبریشون مال فرگوسن است، از مسئول ریز و درشت پلیس گرفته و ایالتی و فدرال و همه رو بردن زیر سوال. درگیری‌هایی هم وجود داشت، تظاهرات از حد خودش که میرفته بالا، کوکتل مولوتوفی پرت کردن، خب پلیس هم گاز اشکاور. این هست. حالا خانم افهم یا بقیه مسئولان وزارت خارجه اومدن مسئولای آمریکایی هشدار میدن که بله خشونت نکنین با مردمان و فلان و فلان. در ایران آقای علی چراغی روز روشن، مردی که با بچه خودش برای یه لقمه نون کار میکرده، به وسیله ماموران شهرداری آقای سازگارا کشته شد. آدم اول هم نیست چون این هست. شما بفرمایید، شما در تهران کسی جرأت داره بیاد بگه واسه تظاهراتی را بندازه، مثلا بگه آقا مثلا آقای قالیباف عوض کنیم، ولی فقیه حالا هیچ. بفرمایید. بل ظاهرا به لیست آدم کشها وزارت اطلاعات آدم میکش، سپاه آدم میکش، بسیج آدم میکش، پلیس آدم میکش، دادستانی آدم میکش، بعد شهرداری رو هم اضافه کرد. فکر کنم تنها شهرداری دنیاست که آدم میکشه و مأمورین سد معبرش به باتوب و گاز اشکاور و پنج بوکس مجهز هستند. و علی چراغی کارگر 41 ساله‌ای که زایعات با یه وانت خرید و فروش میکرده، جلوی چشم بچه 14 سالش 4 نفر مضروبش کنن با 5 بوکس به سمت چپ صورتش بزنند و بعد هم جنازه رو رها کنن، یک لگد هم بزنند و برن. به نظرم حالا میگن البته دستگیر کردند اون دو نفر ضارب رو، اگر البته به پرونده ستاره بهشتی یا دیگرانی که جنایت کردن منجر نشه نتیجه. شما دیدید کارگر دیگری ستاره بهشتی رو برای وبلاگ نویسی کشتن زیر شکنجه، نهایتا هم گفتن قتل شبه عمد بوده و قاتل او رو به 3 سال حبس محکوم کردن. علی رغم
این همه بحث هایی که شد حتی در مجلس مطرح شد. ببینید وقتی حکومت آدم بکشه، وقتی که حکومت قاتل باشه و قوانینی برای جلوگیری ازش نباشه، وقتی دموکراسی نباشه، وقتی مطبوعات آزاد نباشه، وقتی احزاب رقیب نباشن، وقتی که جامعه مدنی فعال که قدرت مردم در اونجا متجلی بشه نباشه، حکومت‌های دیکتاتوری و اقتدارگرا و تمامیت‌گرایی مثل استبداد دینی حاکم بر ایران یعنی جمهوری اسلامی بدیهی است که مأمورین جزءش هم وقتی که خیالشون راحته که کسی ازشون سوال جواب نمی‌کنه اینطور وحشی و آدم کش میشن. جالب آقای چالنگم جو که شما گفتین الان یک هفته است تلویزیون جمهوری اسلامی معرکه گرفته که در آمریکا داره انقلاب میشه. من و شما اینجا زندگی میکنیم و میبینیم در یک شهر حومه سنت لوئیس میزوری پلیس رو هم دستگیر کردن. پلیس به اشتباه میگه کردن، به هر حال در دادگاه معلوم خواهد شد. خانواده اون جوان سیاه پوستی که کشته شده اجازه داشتند برن متخصص تشریح جنازه، در واقع پزشک قانونی متخصص آوردن از نیویورک که غیر از خود ایالت اونها هم رسیدگی کنن و اون گزارش تخصصی رو هم بدانند و به دادگاه بدن. اون وقت در مملکتی که فرض کنید زهرا کاظمی رو میکشن، دفن میکنن، دو تنم بتون میریزن روی قلبش، مبادا کسی روی قبرش، مبادا کسی تشریح جنازه بکنه. اون وقت جالبه که میگن در آمریکا نگران حقوق بشر هستیم، اونم مملکتی که به قول سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جواب پاره از این جور حکومت‌ها رو داد و گفت خب ببینید آقای سازگارا، ببینید عذر میخوام خاطر تو قطع کردم، درست؟ آقای جواد ظریف در این مملکت زندگی میکرده، روزی هم که اومد خیلی هم خوشحال شدن که گفتن بالاخره در خود تهران، گفتن این آقا خارج زندگی کرده بود در سازمان، اینکه اینجا زندگی کرده، بله میشناسه، اینکه اینجا دیده. من اصلا بحث من دفاع از سیستم آمریکا یا دفاع از این و اون نیستش، بحث واقعیت گویی هست. شما ببینید الان امروز نماز جمعه بوده، آقای موحدی کرمانی بالای منبر داره صحبت میکنه، عوام فریبی از هر چی که هست، غزه و عرض کنم حماس و اسرائیل درگیره، زدن بسیار هم فلسطینی کشته شده، کودک و از این فلسطینی ها، از حماس هم چند تایی کشته. به هر حال اون یه بحث دیگه است، بهش میرسیم. اما آقای موحدی کرمانی یک سال گذشته اسرائیل 200 مسجد رو در غزه خراب کرده و تبدیل به کلیسا و این کارا کرده. من حرف من این هست که آیا کسی نیست بگه آقا اقلا اطلاعات درست بدید؟ آخه اسرائیل که یک سال غزه رو در اشغال خودش نداشت، آقای ظریف به سخنگوش بگه، بگه آقا این حرف رو نزنی، خانم جان این حرف رو نزنی، یه چیزای دیگه طبق معمول یه چیزای دیگه بگید. اینی که در آمریکا داره انقلاب میشه، اینی که نجات پرستی شده، اینی که فلان شده و بهمان و اینا که نیستش که، همه دنیا میدونن که. بفرمایید. بله 60 سال آقای چالنگی کمونیستا نشسته بودن، هر اعتصاب کارگری در غرب میشد میگفتن تموم شد دیگه، پیش بینی های مارکس درست در اومد، انقلاب سوسیالیستی رسید و سرمایه‌داری غرب سرنگون میشه. حالا کاریکاتورش واقعا یا اون تفاخرهای علمی که شوروی میکرد، ما دو قدم جلوتر از آمریکاییم، هر چی میساختن شوروی بود، تازه که یک نصف دنیا رو هم زیر کنترل گرفته بود. اما آخرش دیدیم سر از کجا در آوردن، اون پروپاگاندای حکومتی. حالا واقعا جمهوری اسلامی به نظر من کاریکاتور اون و نسخه کمدی همون مسیر شکست خورده رو داره میره. هر اتفاقی در غرب ریز و درشت میفته، یادتونه اون اکیوپای وال استریت رو که یه گروهی بودن میگفتن بانکداری ظلم میکنه، تعداد من خودم تو همین واشنگتن رفتم توی میدون، بهشون اجازه داده بود شهرداری 3 ماه بمونن هر کاری تو میدون مکفرسن، ببینم چند نفرن، دیدم 50 تا چادر
زدن، چند تا جون هم هوملس بودن، چند چون کشاورز بودن و قانونا هم بهشون اجازه داده، گفته بودن هر چی دلتون میخواد اینجا بمونین، سه ماه فعلا اجازه. بعد تلویزیون ایران میگفت اصلا انقلاب پابرهنه ها تموم شد، آمریکا دیگه پابرهنه ها انقلاب کردن. و صبح و شب هم شما اینجا میدیدید مطبوعات با اینا مصاحبه میکردن که آقا چی میگین، چی میخواین، موافق، مخالف، نقد میکردن، صحبت میکردن. همینجور هم هست الان در این شهر. به هر حال ببینید، دموکراسی و آزادی گوهر خوبی است که بشریت پیدا کرد و منافع زیادی برای مردم داره. متاسفانه حکومت‌های دیکتاتوری مردم رو از این محروم میکنن و وقتی اینطوری هم بشه مقامات اون حکومت هم بعد از یه مدتی ناچار میشن مدیح سرای عرض شود که کانون اصلی قدرت که دیکتاتور هست و دم بر نمیارن. یک نفر بر نمیگرده بگه آقای امام جمعه آخه به قول شما این چیه میگی دروغ که شاخ و دم نداره، که یا ما قدیبان گفتن مالیات نداره، اینجور صبح تا شب داری دروغ میگی. دستگاه پروپاگاندای حکومت که نماز جمعه هم بخشی از اون هست، صبح تا شب آقای چالنگی دروغ پخش میکنه. آقای نوریزاده ببینید، انگشتان دست یک سارق رو در ابرقو قطع میکنه، اما چرا روشن نمیشه که به اصطلاح این فساد مالی که هست، این پرونده هایی که همینطوری هر چنگایی میاد رو، دوباره مثل که میره زیر آب، دوباره مثل این امواجی هست که بلند میشن، یه مدتی مطرح هست و بگیرم بگم نگم از این حرف هست، بعد دوباره خبری نیست ازش که نیست که نیست. ولی باز میبینیم آقای معفرید خسروی رو اعدام میکنن، برادرش رو دوباره حکم 20 سال زندان دادن، مرحوم فاضل خداداد اعدام میشه. بله. ولی اخوی آقای رفیق دوست مقامم میگیره. ببینید آقای چالنگی، من در پاسخ نه در واقع در ادامه صحبتهای شما که فرمودید چطور آقای موحدی کرمانی میادی مزخرفات رو میگه، ببینید رژیمی که اساسش روی دروغه، اساس و پایش روی دروغه، یک فرضیه اینا اومدن، یه ملای ملا نراقی اومده در میان علمای شیعه یه وری زده، اینا اومدن اونو اصل کردن. مطابق تمام مدارکی که بنده خوندم، خود آقای خمینی هم به فکر ولایت فقیه نبوده، این حسن آیت بوده که خدا گور به گورش کنه، ور میداره از قول دکتر، میاد میره پیش آقای خمینی، میره پیش دکتر بهشتی و بعد پیش آقای خمینی، آخر عاقبت آقای منتظری، که این ولایت فقیه رو دکتر مظفر بقایی پیغام میده دوره مشروطه رو نذارین تکرار بشه، چون دکتر بقایی بعدها در آمریکا و در همین جا و مرحوم سعید سیرجانی هم میگفت، گفته بود من کاری کردم که ریشه روحانیت و مذهب رو برای همیشه بزنم. به هر حال پیشنهاد ولایت فقیه رو دادن. خب این ولایت خودش دروغه، یه جعلی به نام ولایت. انسان مطابق قرآن، انجیل، مطابق همه کتاب‌های آسمانی اگر قبول کنیم آسمانیان، انسان آزاد خلق شده، انسان حره، هیچ تعبدی بجز در برابر خداوند نداره. تازه این انسان خدا رو هم چلنج میکنه. مباحث فلسفی و نظری رو دنبال کنید، در قرون متمادی میدین راجع به اصل خدا هم شک میکردن. حالا یه رژیم اومده به یه روایت خودش، امام زمانی غیب شده، یه مشتم باب داشته که در عهود مختلف آمدن، حالا نایبش آقای خامنه ای شده. خب اصل این کلن دروغه، چرنده. سید علی خامنه ای چه مزیتی داره بر شما بنده آقای سازگارا و میلیون ها ایرانی دیگه که ایشون برای ما تعیین تکلیف کنه؟ ملتی رو 14 سال به فلاکت و مصیبت و تحریم بکشونه به خاطر اینکه تو ذهنش اینه که اگه مثل کره شمالی یه بمب اتمی داشته باشه ولایت پسرش هم تضمین کرد. ببینید اصل رژیم دروغه، اصل و پایه قوانینش دروغه، به حکم اسلام عزیز ما دست میزنیم، دروغه. هر آیینی اگر مطابق زمان جلو نرفت، این آیین تبدیل به ارتجاع میشه،
تمام آیین ها رو شما اصلش رو بدین دنبال کنین، ارتجاع مطلقه، بردهداری رو مجاز میدونه، کله و دست و سنگسار هم بزنید مجازه. ولی اینا بر پایه یه دروغ اومدن، یه دروغ بزرگتر به نام ولایت فقیه و یه دروغ آزاردهنده به نام جمهوری ولایت فقیه ساختن، که آقای مصباح یزدی میگوید اگر 70 میلیون ایرانی به کسی رأی بدن تا مقام معظم تنفیذ نکنه ارزش نداره. یعنی یه نفر میتونه برای 70 میلیون تصمیم بگیره. من نافی این نظامم، ضدشم و معتقدم تا زمانی که این نظام هست فتنه از ایران و منطقه دور نخواهد شد. هر روز به رنگی بوت عیار درآید، حوثی یمن، حزب الله لبنان، اون نمیدونم اصحاب اهل الحق عراق، و من اعتقاد دارم ریشه داعش رو هم بشکافید تای قضیه به یه ولایت فقیه خواهید رسید. این است که اونم ولی فقیه خودشو داره برای آقای ابوبکر البغدادی. بله، ولی از ولایت بالاتر، قاسم سلیمانی خلیفه است که نقشی داشت در سوریه، داعش در خدمت بشاره. اینا رو همه رو حالا اگر تحقیق بکنیم دنبالش بریم حتما. و آقای نوریزاده، پس تا زمانی هم که ولایت فقیه هست امیدی به گشایش شفاف این پرونده‌های فساد اصلا مالی نخواهد بود؟ اصلا قربان، برای اینکه فلان، آخه شما این محسنی اژه‌ای، آقای خامنه‌ای توهین به ملت ایران میکنه، یه دزد رو میذاره دادستان، بعد میذاره معاون یه دزد دیگه. آخه این توهین به ملت ایرانه. از این قاضی صالح‌تر نبود در دستگاه قضاوت؟ آدم حسابی تر از رئیسی نبود که دادستان بشه؟ خب منظورم اینه که شما در یه حکومتی که همشون دزدن، همشون دروغ زنن، همشون به نام خدا جنایت میکنن، انتظار شفافیت دارید؟ انتظار دارید دست اون بیچاره رو در ابرکو نزنن، علی چراغی رو نکشن؟ چنین نیست. آقای قالیباف یه مدتی تظاهر میکرد از قطار ولایت فقیه پیاده شده، حالا نه تنها دوید مثل اون بچه های پاخت سابق رو ماشین دودی میدویدن، ایشون رفته رو سقفش داره بدو بدو میره جلو. خب آقای سازگار، ببینید این فساد مالی، این دزدی های کلان، این 500 نفری که گفته شده به اصطلاح اسامیشون رو گذاشتن بدهی های کلان دارن به بانک ها، اینها یه طرف، طرف دیگه وضعیت آقای چراغی است، تفتک کودک ایشون که دیدیم که برای یه لقمه نون به چه روزی افتاد، و اون کسی که در ابرقو انگشتانش قطع میشه، و اون بر کارگران معدن باف هست. این پولا خب مال اینا هست، از اینا بردن. و این عدالت کجاست؟ شما کارگران باف چی میخوان؟ معدن باف در اون شرایط واقعا طاقت فرسا، شما نمیدونم اون مناطق دیدید و واقعا تو اون گرما معدن. بله، خوشبختانه کارگران سنگ معدن باف که 5000 کارگر در اونجا دست به اعتصاب زدن، قبلا هم 39 روز اعتصاب کرده بودن، اعتراضشون به این است که سهام معدن رو به فولاد اهواز دادن و نگرانن که بعدن بیکار میشن. کارگرها به درستی میگن که بخشی از سهام رو حداقل به خود این کارگرها واگذار کنن، مثل خیلی کشورهای دیگه که لااقل امنیت شغلی بدونن دارن. مثل آلمان کارگرها معمولا در شورای عالی کارخانجات و شرکت‌ها یک نماینده دارن در مدیریت حداقل، یا خیلی کشورهای دیگه. خب این خواسته کارگرها بعد از 39 روز اعتصاب قول‌های مساعدی دادن ولی بعداً عمل نکردن، حالا حکم بازداشت دادن، 18 نفر از کارگران فعال رو برن دستگیر بکنن که 2 نفر رو هم دستگیر کردن، اما کارگران 16 نفر دیگر رو در خودشون نگه داشتن، مجدداً دست به اعتصاب یک پارچه زدن. گارد ویژه نیروی انتظامی رو به سراغشون فرستادن که آخرین خبری که من دیدم این بود که گارد ویژه عقب نشینی کرده و کارگرها اعلام کردن تا هر حکم بازداشت لغو نشه 18 نفر و اون 2 نفر
آزاد نشن به اعتصاب خودشون ادامه خواهند داد. کار به فرمانده نیرو انتظامی استان یزد و فرماندار و غیره رسیده، با نماینده کارگرها صحبت کردن. با چالنگی این کاملا قدرت جنبش کارگری رو نشون میده، قدرتی که جنبش های دیگر اجتماعی ما مثل جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش اقوام و غیره به این شدت که کارگرها دارن از اون برخوردار نیستند، برای اینکه کارگران وقتی دستشون رو از تولید بردارند، اعتصاب کنند، چرخ اقتصاد رو میتونن بخوابونند. به همین دلیل هم هست که حکومت بسیار بسیار وحشت دارد جنبش کارگری و فعالین کارگری رو مثل ابراهیم مددزاده به 11 سال زندان محکوم میکنه، یا مثل منصور حسانلوی عزیز رو زبونش رو میبره، دهنش رو با تیغ موکت بری میبرن، 5 سال حبسش میکنن و سایر فعالین کارگری. بر صورت به نظر میرسه در اون حکومت به قول معروف ماهی از سر گنده گردد نیزه دوم، ماجرا از سر گنده است. یعنی وقتی آقای خامنه‌ای 95 میلیارد دلار ثروت فقط یکی از مؤسسات زیر نظرشه که بیرون از هر محاسبه هم کار میکنه، دستش شرکت های تابع و وابسته ستاد اجرایی فرمان امام در بسیاری از ارکان اقتصادی کشور دراز الان، و دزدی سازمان یافته باید گفت، مثل جنایت سازمان یافته، ظاهرا در اون مملکت دزدی سازمان یافته و جنایت سازمان یافته نه فقط کیفر نداره بلکه سکه رایجه. اما اگر یک نفر یک قرص نان دزدیده باشه از فقر یا گرفتار باشه، دستشو ممکنه ببرن و یا بلاهای دیگه سرش بیارن. به هر صورت پشت پرده بسیاری از اختلافات سیاسی موجود هم همین کشمکش‌های مالی و پولی است که این دزدی‌های سازمان یافته حکومتی دارند، از نظر من از جمله همین استیضاحی که هفته گذشته شد. بله به این حتما خواهیم پرداخت. اما واقعا آقای سازگار، من فکر می‌کنم یه لحظاتی آدم به انگشتاش نگاه می‌کنه، چه به هر اعتقادی، اصلا من اعتقاد مذهبی غیر مذهبی، چقدر ظرافت هست در خلقت. یعنی شما به این انگشتان فقط نگاه کنید، اصلا در رشته پزشکی متخصص فقط بیماری های مربوط به انگشتان دست و پا هست، حتی به اینجا رسید. در علم مدیریت های چالنگی میگن بهترین مثال سینرژی در واقع پنج انگشت دسته که به شدت همراه با هم کار و راحت اینا رو قطع میکنن. خب اونایی که شما اشاره کردین قطع بکنن فرق نمیکنه، اون حضرات چون هزار دست دارن، هزار پا دارن، مثل اختاپوس هستن و همون پرندهی که شما اشاره کردین، خانم آرمت اشاره کرد بود. آقای نوری‌زاده، در یه همچین حکومتی به نظر میدیست که دو جناب اختلاف مسالهی پیدا کردن، حالا و هر نیتی که هست، و آقای رضا فرجی دانا مجلس به اون رأی اعتماد نداد. ظاهرا ایشون خب گوشه ای از اقداماتی که انجام شده بود و افشا کرده بود، بورسیه هایی که در حال طبق قوانین موجود هم غیر قانونی بود، آمده بود ظاهرا یه گوشه ای از درد مردم رو بگیز به نظر میرسید. کاملا درست های چالنگی. فرجی دانا کسی بود که داشت در کانادا دوره عالی رو میدید، آقای روحانی ازش دعوت کرد، گفتن ایشون از دوستان آقای نهاوندیان بوده، آمد به ایران و با اون تصورش این بود که خب رفع ظلم باید بکنه، اساتید و دانشجوانی رو که ستاره دار کردن بی دلیل، ببخشید، برای یه اظهار نظر ساده یا یه عبارتی که نوشتن محروم کردن از تدریس و تحصیل. ایشون اومد این پرونده ها رو یک یکی بررسی کرد، اینا رو برگردون به دانشگاه. دوم این که مسئله تعیین رؤسای دانشگاه ها بود، این از ابتدا این یک تصمیم بود که اساتید نظر میدادن. بعد سید علی آقا یه دفعه اومد عمید زنجانی رو
یه آدم بی‌هویت و بی‌صلاحیت که رئیس دانشگاه تهران. و بعد ایشون خواست به این نظم و قاعده ای بده. از همه مهمتر 3500 بورسیه پسر وزیر سابق علوم آقای زاهدی معدل 13 که دانشگاه یالقوزآباد هم نمیتونست بره، میره دانشگاه عالی در کانادا دکترا بگیره. دامادشون هم میره، بچه آیزنه شون هم میره. همسایه دیوار به دیوار آقای احمدی نژاد توی آرادان هم اینم میره، پسر خاله و پسر عمه و غیره. خلاصه 3500 نفر پول مملکت میره برای اینا که بعدن هم برگردن بشن مزدورای رژیم، بشن آدمایی که امروز هم نمونه هاشون رو مشاهده میکنیم، به سر آقای دکتر مرندی بشه. در هر حال متاسفانه همون بلایی که سر خاتمی اومد، یعنی درست نگاه کنیم عبدالله نوری شیر کابینه خاتمی بود، او رو زدن زمین و دست و بال خاتمی رو بریدن. آقای خاتمی هم بلافاصله اومد یه حکمی داد ایشون رو به مشاورت رئیس جمهور. حالا آقای روحانی هم این کارو کرده، ولی به نظرم آقای فرجی دانا برمیگرده به کانادا. ضربه سنگینی بود چون صالح‌ترین و پاکترین آدم در کابینه آقای روحانی همین بود، پشتش هم به کوه ابوقبیده بند نبود. اونای دیگه هر کدوم از آقای ربیعی هزار تا ایراد میگیرن، ولی چون مقام معظم از دوران وزارت اطلاعات ایشون راضیان، معاونت وزارت ایشون میمونه. اونای دیگه هم هزار تا ایراد، آقا این آدم رفسنجانیه، ولی بعد معلوم میشه نه، در فلان معامله آقای شریعت‌مداری جانب آقای خامنه‌ای رو گرفته و آقازاده‌شون. اینه که اینا میمونه. این فرجی دانا بیچاره کسی رو نداشت، پاشده بود از کانادا اومده بود و یه آدم تحصیل کرده و آدم فاضل و در این حال انسانی بود، همونجوری که شما گفتیم میخواست قدمایی برای مردم برداره. خلاصه استیضاح شد. و ببینید در میان استیضاح کنندگان چه کسانی هستن: رسایی، خسرو خوبان ملقب به روح الله حسینیان با اون سوابق در حوزه، و آقای کوچکزاده، کسی که افتخارش اینه در دوران دانشجوییش شبا تو جیپ اطلاعات میرفته و دانشجوها رو نشون میداده که این فدایی، این مجاهد، این کمونیست، این ملیه، که بگیرن اعدامشون کنن. یه همچی آدمایی مخالفان وزیر علوم بودن و او رو پایین کشیدن. اما به نظر من این یک ذره آبرویی هم که کابینه داشت، این یه ذره آبرو رو هم اینا دارن به باد میدن. خلاصه که رژیم یک دست باشه، همه مثل هم باشن، اصحاب سوابق. یه وقت گفتن آقای خمینی گفته کسی که تیر خلاص نزده حق وزارت نداره. حالا ظاهرا تعمیم پیدا کرده، دوباره تیر خلاص زدن، جاسوسی کردن، اینا از صفات اصلی و مبرز مقامات جمهوری اسلامی باید باشه. و از این بابت دولت پشتوانه عظیم و سنگینی داره. آقای پور محمدی هست، کسان دیگه هم هستن در همین دولت، ولی آقای پور محمدی تیر خلاص که یکی دوتا هم نیست، چند هزار نفر با اقدامات ایشون و دو نفر دیگه که همراه بود و به فتوای آقای خمینی کشته شدن. بله، ایشون اتفاقا در اومده همین دیروز گفته که این آقای پور محمدی که مثلا ما هیچ احساس برای قدرت بیشتر در وزارت دادگستری ما نمیبینیم. یعنی همین اندازش کافیه، به اندازه کافی داره. بله، تفسیر شما رو میشنم آقای سازگارا. این اختلافات خب تجربه آقای خاتمی هم وجود داره. آقای نورزاده اشاره کرد، همه میدونیم. آقای روحانی چه تجربه‌ای، برای این تجربه چه خواهد افزود؟ یا چه آموخته است از این تجربه؟ ببینید الان آقای روحانی در واقع از چند طرف زیر فشار قرار گرفت و به قول خودش اون ستاد برنامه ریزی، از برنامه ریزی وارد عملیات شده. اون ستاد جای اصلیش تو اطلاعات سپاه و تحت نظر آقای حسین طائبه که مستقیما هم به مجتبی خامنه‌ای وصله و با اونجا کار. و این آقای روحانی الان یک طرف به دولتش فشار آوردن، صحبت استیضاح دو تا وزیر دیگه هم هست، علی جنتی و محمد رضا نعمت‌زاده، ضمن اینکه آقای فانی وزیر آموزش پرورش هم
نامه استیضاحش رو دادن. یک طرف دیگه آقای چالنگی دارن فشار میارن، مسئله هسته‌ای است که کاخ آرزوهای آقای روحانی اونجا داره خراب میشه، برای اینکه امیدوار بود از روز اول همین وعده رو داده که مشکل هسته‌ای رو حل میکنه، تحریم ها رو بر میداره، ولی آقای خامنه‌ای با دخالتی که کرده عملا اون راه رو فعلا تا اینجا به بنبست رسونده، مگر اینکه تغییر نظری بده آقای خامنه‌ای. و مسیر سوم آقای چالنگی که به نظر من الان با دستگیری جیسون رضاییان و پرونده سازی و اعترافات تلویزیونی که ازش ضبط کردن و خواهرزاده آقای روحانی رو میخوان دستگیر کنن، به روحانی هم فشار آوردن که از این قبیل بلاها سرت میاریم، مجموعاً آقای روحانی رو در موقعیت قرار داده که یا باید ادامه بده به این مسیر، به مردم شفاف گزارش بده، یا باید کوتاه بیاد. سر چی کوتاه بیاد؟ سر پول. دعوای اصلی به نظر من اونجایی است که من دیروز دیدم معاون نفت و گاز و پتروشیمی قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه گفته بود که ما داریم با وزارت نفت مذاکره میکنیم پروژه‌های استخراج در میادین نفتی رو بگیریم. نه از عدد حرف زده بود نه از رقم، ولی اینها اعدادش 4-5 میلیارد، 2 میلیارد، 10 میلیارد دلاره. و ماجرا این است که حضرات دستشون مقداری از نفت، نیرو، وزارت راه و شهرسازی کوتاه شده و وزرایی که این کار رو کردن رو خونشون رو میخوان بریزن و فشار دارن میارن برای اینکه بابک زنجانی که هم میگن 10 تا دیگه مثل بابک زنجانی هست و 9 میلیارد دلار یک قلم پول مملکت رو دزدیده و نمیده، تنها که نبوده که، هی میگن پشتوانه داره، پشتوانش رستم قاسمی رئیس قرارگاه خاتم الانبیا و وزیر نفت بوده، پشتوانش ستاد اجرایی فرمان امام زیر نظر شخص آقای خامنه‌ای بوده، پشتوانش سپاه بوده. اون حضرات آقای چالنگی الان دارن فشار میارن و حرفشون هم به دولت این است که پدرت هم در میاریم اگه بخوای دست ما رو کوتاه کنی و خلاصه پایین هم میکشیمه. و بعید ندانید که میاندوره‌ای هم حتی آقای روحانی رو اگه ببینند به راه نمیاد پایین بکشیم. آقای سازگاره همینجا کوتاه بفرمید که ببینید مسئله اینه که آقای احمدی نژاد هر چی که بود، راست میخوایم فقط روشن بشه، حداقل امتیازش نسبت به بقیه این بود که خیلی روشنتر و شفافتر و نسبتاً رو در روی مخالفینش در حکومت میستاد. یعنی پنهان نبود که بیشتر علیه آقای خامنه‌ای صحبت میکنه و سرچشمه مشکلات رو مثلا میشناسه، حالا تا یه اندازه میره، ولی آقای روحانی اگر میدونن خب بیان بگن پشتوانه به هر حال یه سری مردم رای دهنده داشت نداشت. ببینید احمدی نژاد از نظر من یک آدم دزد، شارلاتان و عوام فریبه و واقعا بلاهایی رو سر کشور آورد که شاید تالیتل بشه تو این دنیا فقط همون چاوز باشه که رفیقش بود و شبیه همین بلاها رو سر اقتصاد ونزوئلا آورده. ولی کاملا درست میگید، او هم که زمانی که اومد سر کار به زور همین سپاهی ها اومد سر کار و از تو بیت همین آقا مشتبه خامنه ای آوردن دور اول تقلب کردن، دور دوم هم که دیگه تقلب آشکار و مردم رو کشتن، به خاک و خون کشیدن تا ایشون رو نگه دارن. اما در عمل احمدی نژاد نادان هم بالاخره دید آقا نمیشه رأس یه دولت باشه و یه کسی دیگه به نام آقای خامنه ای و 10 تا مرکز قدرت دیگه هر روز بخوان تو کارش دخالت بکنن. این شد که در دور دوم رئیس جمهوریش در افتاد و کارش به همین کشمکش ها رسید. آقای روحانی باید دید چه میکنه. به هر حال روحانی سیاست مدار ورزیده ای نشون داده هست، باید دید که میخواد به اصطلاح کامپرومایز کنه، کمی سر کیسه دولت رو برای این گروه های باندای مافیایی ثروت و قدرت شل کنه،
فشار رو روش کم کنن یا میخواد بیسته، از نظر من بهترین گزینه این است که پایگاه خودش یعنی مردم که بهش رأی دادن رو در جریان بگذاره شفاف و به نیروی مردم نظرات رو عقب برونه. حالا این نکته است که در آینده روشن خواهد شد. در همین دو سه هفته های چالنگی معلوم میشه که حضرات این یه فشاری که آوردن یه وزیر رو عزل کردن روحانی چه خواهد کرد. این نکاتیست و امیدواریم روزی برسه که پرونده فساد مالی همه کسایی که در تاریخ بعد از انقلاب مستر کار بودن، مقاماتی مثل ریاست جمهوری داشتن، مورد رسیدگی قرار بگیره. آنکه شفاف بوده و از سفره مردم برداشت نکرده به ناحق روشن بشه و کسانی هم که در دوره‌های مختلف، اگر اونطور که گفته میشه برخی از کسانی که در این مقامات بودن مثل خاتمی دزدی نکرده، خب روشن خواهد شد. و در زمینه‌های دیگه البته بودن کسایی که دستشون به مسائل مالی آلوده نبود، اما ضرر و زیان‌هایی که زدن به کشور بسیار بیشتر از این. مثلا فرض کنید آقای محسن رضایی، من نمیدونم تا چند اندازه در امور مالی گرفتاری داره یا نداره از بابت فساد مالی، اما رهبری یک جنگ با ایشون بود نسبتاً، چه لطماتی زده خب به مراتب. یا آقای خمینی هرچی دربارش گفتن ولی نگفتن که 95 میلیارد دلار زیر نگینش بوده یا دزدیده از کسی، ولی خب لطماتی که به ایران زد بسیار بسیار زیاد بود. آقای نوریزاده تفسیر شما رو میشنم در هم میزنم. بنده قربان متاسفم از اینکه آقای روحانی روی همون ملاحظه کاریا و حالا آقای دکتر سازگارا گفت سیاست مداره، ظاهرن یکی از مبانی سیاست مداری هم امروز همون کمپرومایزه، یعنی سازش، یعنی با حریفت اگر زورت بهش نمیرسه یه جوری کنار بیا. اما این کنار آمدن در جریان استیضاح آقای فرجی دانان نشون داده شد که کارساز نیست. حتی دلالی یا وساطت آقای علی لاریجانی هم به جایی نرسید که بعضی از این نمایندگان گفتن که زور آخر علی لاریجانی هم نتونست فرجی دانا رو نجات بده. اصولا این چیزی که به نام اصولگرا ازش یاد میشه، اینا کسی نیستن جز ابزاری در دست مقام معظم رهبری و آقازاده و دفتر ایشون. ولو کوچکزاده کیه؟ چه ارزشی داره که مردم بهش رأی بدن؟ کسی نیست. آرا براش ریخته میشه چون مراتب ارادت و نوکریشو به اطلاعات ولی فقیه، سپاه ولی فقیه، دفتر مقام معظم رهبری نشون داده. و امثال دیگه، شما در هر کشوری بودید آقای خسرو خوبان به خاطر فساد اخلاقی محاکمه میشد، ولی در ایران ایشون آزاده و اسم روح الله حسینیان میذاره نماینده مجلس میشه. یا آقای رسایی، ایشون از بچه های آقای مصباح یزدی بود و حالا در مقام نماینده مجلس تکیه زد. میخوام بهتون بگم آقای سازگار، همه چیشون به هم، آقای چالنگی، همه چیشون به هم میاد. ما انتظار نباید داشته باشیم آقای روحانی تالیران بشه، آقای روحانی بیاد و بیسمارک بشه. نمیشه. در این رژیم اصلاحات غیر ممکن است و هر کی هم با حسنیت پا به میدان اصلاحات میذاره آخر سر گریان مثل آقای خاتمی از در بیرون. آقای نوریزاده، یعنی میفرمایید بیلا دیک بیلا رئیس جمهور، یعنی این بیلا ولی فقیه اینم رئیس جمهور، یعنی به هم میخوره؟ به جای چغدر میگم بیلا لبو. آقای نوریزاده، یک خبر اینجا دارم، یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، که در مورد تئاتر هست. در مورد تئاتر در ایران گفت انتقاد کردن اومدن شبکه 23، همین که کلی همیشه به ما بعد ویرا میگه به برنامه، اومده گفته که بله باید جلو این تکخانی زنان رو در تئاتر باید گرفت. اسلام جلو شو باید گرفت، این خلاف اسلامه. بله اسلام به درد آمده، چون یک تئاتری نمایش دادن، تو اونجا خانومی یه زمزمهی تو صحنه میکنه و این بله. البته حس شهوت رو در آقایون تحریک کرده، یه جوری شدن از صحنه تئاتر ناراحت بیرون رفتن.
گفتش واقعا مردشور همه چیشون رو ببره. ببخشید این کلمه رو به کار میبرم. واقعا معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم. ولی وقتی نگاه میکنی اینا صدای زنا تحریکشون میکنه. نمیدونم آواز زنا تحریکشون میکنه. زن رو صندلی اتوبوس میشینه بلند شه اینا جاش میشینن تحریک میشن. معلوم نیست چه روغن اینا مصرف میکنن. نه ببین نه کلمه بدی هم نبود. شغل بسیار به هر حال مهمی است و بسیار مورد احترام هست. هم احترام دارن برای ورا در تمام مزایای پس. آقای سازگارا سپاسگزار هستیم. آقای نوریزاده و آقای سازگارای عزیز و این خبر که تصور این که یک روزی مثلا فرض کنید ضوابط اجرا بشه لیدی مکبث مثلا آقای نوریزاده و صحنه باشه و تکخونی نباید بکنه، مثلا دسته حسینیه مسجد نارمک بیاد اون زیر زنجیرزنی کنه یا همصدایی کنه با لیدی مکبس یا فرض کن دزدمونا یا مثلا فرض کن اوفلیا در حملت و بقیه نمایش. سپاسی دوباره از میهمانان برنامه آقای نوریزاده در لندن، آقای سازگارا در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. این برنامه رو به مناسبت درگذشت سیمین بهبهانی شاعر گرانقدر ایرانی به روان همیشه ماندگار او در تاریخ ایران، در تاریخ ادبیات و فرهنگ ایران تقدیم میکنیم با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آس، ماری و زاگرس و تفتانکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.